سلام، میدونم که توی ایران دیر وقته و تمام امروز هم مشغول کمپین اتحاد برای نوید بودم. آبان ماه هست، مشغول ساختن یه مستند دیگه در مورد کشته شدگان آبانم، ولی دیدم که خبر مربوط به کشف حجاب ریحانه پارسا رو رسانه‌های مختلفی از جمله من و تو و بی بی سی کار کردن و خود ریحانه خواسته بود که در این مورد یک لایو بذاره با من و گفتگو بکنه. برای همین منم پذیرفتم و الان منتظرم که ایشون درخواست لایو منو اجازه بدین دعوتشون بکنم. خب درخواست کردم، الان 7000 نفر هستیم. لطفا بمونید تا ایشون اگر درخواست دیده بپذیره و بیاد توی. سلام ریحانه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ ببخشید من مشکل دارم، اینترنت هم بود، رو وای فای مجبور شدم که بیام الان روی خط. خوبی؟ خب میبینم که انقلاب یه نفره را انداختی و شدی موضوع خبر رسانه ها. اصلا قبل از هر چیزی دلم میخواد که ازت بپرسم چند سالته و از چند سالگی رفتی توی سینمای ایران؟ چرا رفتی؟ اول یکم فاصله بگیر، اولم چون همه میزی فعلا موهای توه، یا اینکه موبایل تو بیار بالا که من اون کله قشنگ تو ببینم. من 21 سالمه، متولد 77 به سالای خودمونم، یعنی که آره 22 میشم تقریبا، و تئاتر خوندم هنرستان سوره، متولد ایرانم، زاده ایرانم، مادر پدرم کاملا ایرانی هن. و همون جور که حالا بارها بارها پیش اومده گفتم، از یک ریشه کاملا مذهبی، یعنی که پدر بزرگ های من از هر دو طرف آدم های به شدت مذهبی و معتقدی هستند. و من فکر میکنم چیزی که امروز تحت عنوان انقلاب راجبش بحث میشه، مثلا انقلاب فردی، کشف حجاب، یا هر لیبلی از این قبیل اسما که میخواد به من بخوره، فکر میکنم ریشش از بچگی من نشأت میگیره. یعنی که تقریبا میتونم بگم من از موقعی که خودم رو شناختم با خیلی چیزها مشکل داشتم و مجبور به سکوت بودم. حالا واسه این که قصه طولانی نشه، آره من برای این که بذاریم که به اون سوالاتی که تو ذهن منو خیلی هست پاسخ بدیم، برای ممکنه که تو رو قطع بکنم. تو از پسر من، از پسر خودم 2 سال کوچیکتری و من متاسفانه میبینم که به خاطر حالا خیلی از کارهایی که همه 21 سالهای دنیا میکنن که برگرفته از سنشونه، جوونی میکنن، شادی میکنن، رقص میکنن، یا به قول تو موهای 2 سانتیشون میریزن بیرون، ولی چون ایرانی هستی خیلی مورد قضاوت تلخ قرار میگیری. خب اینو میدونستی و کشف حجاب کردی؟ ایرانی و بازیگر، یک چیزی که من دنبالش هستم، تو لایوی که دیشب گذاشتم خیلی بهش اشاره کردم، من شاید عنوان کشف حجاب کافی نباشه بابت لایف استایلی که از الان به بعد واسه خودم در نظر گرفتم. یعنی چی؟ یعنی که من مجبور شدم پشیمونی خودم رو نسبت به اینکه ورود کردم به سینما اعلام کنم، چون من زندگی عادی، نیازهای اولیه هم ازم گرفته شده بود، انقدر تحت کنترل های عجیب غریبی بودم و صادقانه بعید نمیدونم که شاید باشم، که واقعا میتونم بگم کابوس هر شب و هر لحظه من بوده و هنوز هست. من یعنی میخوای بگی که در واقع برداشتن روسری، فقط برداشتن روسری نبود، یه اعتراض بود به این که توی سینمای ایران خودتو سانسور میکردی؟ خیلی چیزها خیلی ببین، تمام ذوق و هیجانی که الان در من وجود داره بابت اینکه برای اولین بار چیزی که از امروز تو اتفاق افتاد، دارم صدای خودم رو میشنوم، دارم قدم هام شبیه خودمه، بادی لنگویجم کاملا شبیه ترین نسخه به خودمه، من یک قوزی پشتم داشتم و هنوز وجود داره، این همش از سرکوفت ها و فشارهای روانی که در من وجود داره و از امروز سعی کردم صاف بایستم. تمرینم اینه که ببین ریحانه جان، این چیزایی که میگی رو، حرفای قشنگی که میگی رو خیلی از زنها تجربه کردن. من خودم یه مطلب دارم توی وبلاگم که میگم همیشه غوز میکردم برای اینکه فکر میکردم سینه های من مایه شرمه، برای اینکه فکر میکردم بدن من ابزار گناهه.
اینا رو من میفهمم، اما چیزی که نمیفهمم اینه که چی شده یه دفعه تو تصمیم گرفتی هنرپیشه معروفی بودی تو ایران، بالاخره به خاطر بازی در سریال به نام پدر اسم و رسمی در کردی، ولی الان دوباره صفر صفر میشی. چی باعث شد که همچین کاری بکنم؟ صفر صفر، با این تفاوت که الان به خاطر گذشته‌ای که وجود داره، من میگم از نیازهای اولیه‌ام هم هنوز که هنوز محرومم. من یه خاطره رو خیلی کوتاه کار میکردم، صدا میاد؟ الان میاد. در کافه کار میکردم، یک بار اگه یادتون باشه اوایل چهارشنبه سفید بود، حدودا آذر دی 96، دقیقا تو شلوغی های دیمای 96 بود. من اندازه خودم، اندازه مثلا شاید 800 یا 1000 نفری که در پیجم داشتن ممکنه که الان ببینن و یادشون باشه، من فکر کنم هر سه تا پست که مثلا دو تا عکس خودم بود، پست سومش یک چیزی راجع به کمپین چهارشنبه های سفید یا چهارشنبه های بدون حجاب بود. و انداز میگم نه قدرتی هست، نه تریبونی هست، هیچ چیزی. یک شخص مثل تمام کسایی که اون اتفاق براشون افتاد، سعی میکردم من هم حق خودم رو بطلبم. از مترو اومدم بیرون، موهام تقریبا همین اندازه بود، یعنی به خاطر راحتی خودم سلاحم بیشتر موقعی بوده که موهای من کوتاه باشه. اومدم بیرون، یک شالی دور گردنم بود، سردم بود دیگه. به محض اینکه مترو خارج شد، دم پارک دانشجو، دو تا پسر اومدن تو صورتم، اومدن تو صورتم، گفتش که شال تو سرت کن. من گفتم یعنی چی؟ بعد چرا از دوربین ما اصلا ما استفاده نکردی؟ آخه نه، اصلا خیلی عجیب بود. بعد من شاید ادای بچه پرروار در بیارم صادقانه، ولی فکر کنم مرکز شهر تعارف نداره. تو دختری چی میخوای بگی؟ مگه میشه اصلا حرفی بزنی؟ آقا پسر حق داره، پلیس هم میاد، اولین چیزی که من میگم میگه خانم تقصیر توه، تو شال سرت نیست. گفتم به تو ربطی نداره، تنها دفاع این بودش خب به تو ربطی نداره. گفت به من ربط. ببین اومد تو صورتم و من تنها کاری که کردم اومدم عقب. بعد دو سه نفر اومدن سمتش که آقا نکن چه کاری و اینا. بعد خب مشخصه که چند سالن دیگه، 96 من فکر کنم شد 18 19 سالن، معلومه که داری با یک دختر بچه این کارو میکنی. اومدم عقب و فاصله گرفتم رفتم. تپش قلبم و یادم نمیره که من تا 10 دقیقه که پیاده داشتم چه حجم نفرت و خشمی نسبت به پکیج اتفاقا در نظر دارم. یک بار از مترو اومدم بیرون، همش فقط دارم بلند بلند فکر میکنم یادم میاد. از مترو اومدم بیرون ساعت 10 شب، مترو یک باتون، دو تا خانم چادری نشسته بودن اونجا. طبق معمول باز من چیزی سرم نبود، اینا همه قبل از اینکه آدما منو بشناسن تحت عنوان بازیگر. من منتظر پدرم بودم، شاید نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشید معمولا تا برسه که منو ببره خونه. این دوتا خانوم وایسادن، رفتن یه جای زنگ زدن، اومدن جلو گفتش که خانوم سرت کن شالتو. گفتم که خب قابلی تلخ بکنم. گفتش که میگم سرت کن، میگم سرت کن. من مجبور بودم اونجا بمونم منتظر پدرم، سرم کردم یه گوشه وایسادم. هیچ وقت یادم نمیاد، ای کاش میشد از اینستای من بکاپ گرفت، یه عکسی گرفتم ازش. بودم کی میشه تموم شه این روزها که هر کس هر شکلی دلش میخواد روزش رو شب بکنه، هر شکلی دلش میخواد بیرون بره. اصلا هیچی نیست به خدا. ریحانه جان، ریحانه جان ببین، خوشحالم که تجربیات تو داری میگی. به هر حال تو یک پلتفرمی خواهی داشت به خاطر حالا هم هنرپیشه بودنت، همین که خیلی حاشیه دوست دارن و به معنی بدش نمیگم، به خاطر اینکه خیلی حاشیه دارم هستی. من خودم حاشیه زیاد دارم توی فضای روزنامه‌نگاری و فضای فعالیت مدنی، به منظور منفی رو نمیگم. تو میتونی صدای خیلی ها میتونستی باشی و اون موقع ها نبودی، سرزنشت نمی کنم، ولی میخوام برات بگم ریحانه درست زمانی که تو ایران با چادر میرفت توی تلویزیون نقش بازی میکرد، همون موقع یاسمن آریانی و سبا کردفشاری که فقط 19 سالشه به خاطر اعتراض به حجاب اجباری، به خاطر اعتراض به گرونی، به خاطر اعتراض به جمهوری اسلامی تو خیابون بودن و الان هر کدومشون به 24 سال زندان محکوم شدن. هم من هم تو یه زمانی این فرصت رو داشتیم ولی اعتراض نکردیم. چه حسی داری وقتی الان که آزادی به گذشته برمیگردی؟ چه حسی داری؟ دقیقا چیزی که میدونستم به میخوره که خب تو بیرون گود وایسادی میگی چی؟ آره به منم میگن، برای همین منم ازت آره. میپرسم که بتونی جواب بدی. آره جواب میدم. من 19 سالم بود، پیشنهاد شد به من، رفتم سریال بازی کردم. هنوز که هنوزه من قلبم و جونم برای بازی کردن، برای بازیگری میتپه.
و نمیشه گفت اون حجم هیجانی که تحت عنوان این که تو الان میتونی ورود کنی به این فضا رو من نادیده بگیرم. دقیقا. آره قطعاً با توجه به دغدغه‌های شخصی اینجوری بودم که خب اوکی کار میکنم، یه ذره ساکت میشه، یه ذره کاری نمیکنم. اگر یادتون باشه من به محض اینکه سریال تموم شد، یعنی اینجوری بودم که خب آقا من این شکلی نیستم، اصلا قصه این من اعتقادی نیست، هیچ اصلا نه اعتقادیه نه سیاسی، هیچی نیست آقا، به شکل ذات زن زیبایی، زیبایی میطلبه، من دوست دارم اون اون شکلی که خودم دلم میخواد مخاطبم با من مواجه بشه. ولی با یه چهره دروغین مواجهه، با یه چهره که مال جمهوری اسلامیه، مال شبیه به من نیست اصلا، حالا یکی میپسنده دوست، برای من نیست، هیچ ربطی به من نداشته و نداره. عکس ها رو گذاشتم که یادتون باشه تیتراژ رفت بالا، گفتم آقا این چیزی که میبینید به لحاظ ظاهری چون من فرق دارم و نقشی که بازی کردم، من شب و روزی رو گذروندم، من جاهایی رو رفتم در اون سن که هنوز که هنوز جرأت نمی کنم به نزدیکترین آدمان بگم چه بلای سر من اومد. یعنی با کلام با نگاه من جوری خفه شدم که دو سال گفتم تو جمله همین بود گفتش که گفتم فقط میخوام کار بکنم، من دستم تو جیب خودم دارم از کارم پول در میارم، نمیدونم چی اجازه بده من کار بکنم. گفت کار کنی ما تو بهترین حالت لطف کنیم بهت زنده بمونی. خب من وقتی اینو میشنوم قطعا جهانم سفید میشه، قطعا دیگه نمیتونم به چیزی فکر بکنم. آقا ولی تو توی فضایی بودی که خیلی زیر ذره بینم بودی، به خاطر این به ما میگن شما قدبازی در میاریم، میگن شما لجبازی، یعنی زبونمون درازه. خب به خاطر زبون درازی هیچ وقت با تو برخورد نکردن تو ایران؟ برخورد نکردن. من میخوام یک چیزی رو بگم، ببخشید من همجا عذرخواهی میکنم از آدمی که الان در ایران هست و ممکن اتفاقاتی براش بیفته. من اگه یادتون باشه در حدود اسفند 98 خب با مهدی کوشکی دوست بودم، و رابطه صداتون الان دارم. من اصلا نمیخوام وارد در واقع چیزای اجتماعی رو مطرح بکنیم. خب زمانی که شما توی رابطه بودین من یادم یک توییتی از شما منتشر شده بود که در مورد طلاقی اظهار نظری کردین که من همون موقع علیه شما نوشتم. خودت فقط همونو بگو که آیا واقعا باور قلبیت بود، طنز بود، برای بیشتر دیده شدن این کارو کردی، برای چی بود که نوشتی که مرد باید طلاق بده، اصلا که چی زن باید حق طلاق داشته باشه؟ ببخشید من یه حرکت میکنم برای اینکه ما اومدیم یه جایی هستیم، خونه خودمون نیستیم و هر جایی که شلوغ میشه من یه حرکت میکنم، ببخشید. خب من برای بگو عزیزم برای من تبعات 52000 نفر دارن نگاهمو میکنن، بذار من این 52000 نفر رو ثبت بکنم. یه عکسم از میپرسم جواب بدی ممنون میشم. بهم بگو چرا اون موقع که با همسرت بودی یه همچی چیزی نوشته که طلاق معنی نمیده و چرا زن اصلا باید حق طلاق داشته باشه؟ باور قلبیت بود؟ خب بذاریم بگم، وقتی که بحث عدد میاد وسط یه سری دلشون میلرزه یه سری نمیلرزه. من به صراحت قسم میخورم که چیزی تحت عنوان پول نمیتونه من رو از جایی به جای دیگه منتقل بکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ من با مهدی کوشکی هیچ وقت عقد نکرده بودم، من الان دارم میگم، اولین بار دارم میگم، مجبور بودم رابطه ای که درش وجود دارم و رابطه مثبتی هست رو لیبل ازدواج بهش بزنم. یک، از نگاه سنگین همکاران فاصله بگیرم. دو، شوهر دارم مثلا که امن باشم، تحت امنیت باشم، اسم شوهر، هنوز که هنوز دارم به من میگن مطلقه در حالی که شناسنامه من سفیده، من با کسی هیچ وقت مطلقه بودن کردم. ریحان جانم مطلقه بودن هیچی نمیگم، ولی به خاطر من نبودم. آره خب من، یعنی من اجازه بده من بپرسم چون من خودم الان برای اولین بار دارم اینو. پس در واقع تو ازدواج سفید رو به عنوان ازدواج مطرح کردی فقط برای اینکه بتونی از حالا آزارهای ممکن جنسی، آزارهای هممون، همه زنها تجربه کردیم، در امان باشی. مثل خیلی از من صادقانه بخوام به خودت بگم، خودم یه مطلبی نوشتم که توی مجلس خبرنگار پارلمانی بودم، البته من مطلقه بودم،
حلقه ازدواج دستم میکردم و میرفتم، برای اینکه از بس میگفتن این با همه سیغه میکنه، این به خاطر اینکه فیش حقوقی نمایندگان رو بگیره، نمیدونم با این رابطه داشت، با همش سعی میکردم یه حلقه ازدواجی دستم باشه که نگم. پس تو برای فرار از آزارهای جنسی و اینا این کارو کردی یا نه فقط همینطوری خودت رو ناامنی میکردی؟ کاملا وقتی که این رابطه علنی شد و اعلامش کردم که من در این قسمتش کاملا شخصیه، من برای خودم این کار رو کردم، صلاح دونستم اتفاق بیفته، با هم دیگه میرفتیم و من زندگی میکردیم، باید این اتفاق میفتد، زنگ ها شروع شد. یعنی من یادمه که 13 به در بود، صبح ساعت 8 صبح ما با 8 تا میسکال هر کدوممون بیدار شدیم که تشریف بیارین اینجا، تشریف بیارین اینجا، چه خبر، چی کار میکنین؟ و خب ما چون عقل نبودیم دیگه، ما بیشتر استرسمون این بودش الان بریم میگیم بگو عقنامه چیکار کنیم، هم داریم. آره چون خانواده ها در جریان بودن، من زنگ زدم به پدرم صبح 13 به در، یعنی نحسی شد قشنگ ثابت کرد، زنگ زدم به بابام گفتم بابا بیا بریم، اینجوری شد دیگه، تو وقتی باشی شاهد این هستی که در جریان این رابطه هستی دیگه، خب و حضور داری و رضایت خودتو داری اعلام میکنی. رفتیم و از اونجا ترسناکه ولی باید بگم، شماره ها رد و بدل شد دوستمون با اونجا و دیتا ها برقرار می شد، این توییت، این عکس، این یعنی چی؟ یعنی من متوجه نمیشم، سریع تر بگو ریحانه. به خدا باورتون نمیشه که من هنوز دارم، یعنی من از سایه پشت این پنجره که طبقه 12 اصلا بذار پس از اول ازت بپرس، چرا انتخاب کردی که با من مصاحبه بکنی؟ الان که بی بی سی خبرتو کار کرد، مطمئنم به درخواست مصاحبه میدن. به خاطر همین جمله که این جمله خبر... نه به خاطر اینکه این جمله میدونم از من پرسیده میشه، هیچ کس جرئت نداره این جمله رو بپرسه، به خاطر اینکه آقا من لبه تیغ وایسادم، تصمیمم رو گرفتم، خب نمیدونم چی پیش روم قطعا، ولی پر از دردم، پر از خشمم، پر از حال بدم. من تو تمام این 8 ماه 1 سالی که به من گذشت، تمام هر بار که من بازخواست شدم، من 4 تا حکم کیفری دارم، من هر بار دوچار پرخوری های عصبی شدم که من الان 7 کیلو به وزنم اضافه شده، همین الان دارم میگم دستام میلرزه، هر بار که من میرفتم پشت در منتظر میمونم 1 ساعت تا یکی بیاد بگم میگه حکم چی، مگه من آدم کشتم، مگه من چی کار کردم، یه بار اینقدر از پام معلوم بوده، به قرآن درده، به خدا هیچی نیست، نه گروهی پشتم، خود شما رو من گفتم بیایم مصاحبه کنی، نه شما قرار پشت من باشی، نه تو کاتگوری جواب بگم، بذار ریحانه حالا دل تو پره منم بگم. بعد از اینکه از ایران خارج شدی، یکی از کارگردانا با من تماس گرفت، من لطفا اسم نیارم، آره. یکی از کارگردانای مطرح به من گفت این خیلی دختر جوونیه، تو فشاره و اومده بیرون، باهاش مصاحبه کن ببین چیه جریانش، برای اینکه من میدونم که الان تو شرایط سختیه. من گفتم نه، برای اینکه آبان ماه نزدیکه، صفحه من پر داغه، مادرای کشته شده 1500 نفر رو کشتن، رسانه‌ای ندارن، من دنبال اینم که تو آبان ماه در مورد اونها خبر رسانی کنم. بعد ماجرای نوید افکاری گفتم من اصلا نمیتونم، ولی وقتی که امشب دیدم همه بدونی که من اصلا باید مصاحبه کنم دارم میگم بیا، نمیدونم نوچه مسیح علی نژاد یا اینکه مسیح علی نژاد داره فلان میکنه، دلم گرفت، گفتم نکنه یک زنی حرفایی تو دلش داره، یه دختر جوونی حرفایی تو دلش داره و من به خاطر اینکه هی این منبر حاشیه دارم میکنن اصلا سراغش نمیام، برای همین گفتم باشه بیا حرفاتو بزن، اما میخوام بدونم اگر فردا به تو بگن چه میدونم تو میتونی برگردی به سینمای ایران و یه جایگاه بالاتری داشته باشی، میای علی من حرف میزنی، علی خودت حرف میزنی؟ 100 سال سیاه من درد کشیدم، من یک هفته آخری که آخرین بارها داشتم از خودم میپرسیدم مطمئنی داری میری اینو ببین و باورتون نمیشه، من آخرین لحظه‌ای که تهران رو ترک کردم در بهترین نقطه ای از زندگیم بودم از هر جهت. خب اینو همه میدونن، ولی یه سوال خصوصی، خیلی وقتی که بوسری تو برداشتی فوش زیاد خوردی یا اینکه این دفعه چه اتفاقی افتاد برات و بهم بگو تو خلوتت چه حسی داشتی وقتی کامنت های مردم رو میخوندی، چه جوری بود کامنت ها؟ دیشب یک لایوی گذاشتم و تصمیمم بودش که تو لایو کنار همدیگه، کنار تمام کسایی که من رو دنبال میکنن این اتفاق میفته، این اتفاق افتاد و تو لایو بداهه حرفا میومد تو سرم، میومد رو زبونم، میگفتم تموم میشد، لایو رو قطع کردم، از همین صندلی بلند شدم و احساس کردم هیچ وزنی ندارم. صبح ساعت 8 صبح من چشام باز بود، در حالی که ساعت 4:30 من خوابم نبرده بود، یعنی 2 ساعت 3 ساعت کلا خوابیدم تا همین الان، تا الانم سر پا بودم. یک
احساس آزادی که نمیخوام شعاری بشه، یک سبکی و سلامتی رو در بدنم حس کردم که من 2 روز بود گلوم میسوخت و گفتم شاید کرونا یا هر چیزی، که من اون رو هم از امروز صبح حس نکردم. میخوام بگم سلامت روان رو همه چیز تاثیر میذاره. پس واکنش ها چطور بود؟ واکنش ها به اینکه به شدت مثبت، به شدت مثبت. چون آدم این توقع رو نداشتی؟ توقع نداشتم. همیشه حجمش اون بوده. چرا؟ چون من دوچار پارادوکس بودم. یه جا شبیه چرا خودم همه دارن تسلیت می نویسن کامبیز جان؟ کامبیز؟ ببخشید یه دقیقه گوگل سرچ میکنی تو توییتر جایی یه چند نفر نوشتن تسلیت تسلیت، یکم نگرانم. فقط میتونی ببینید چی شد؟ ریحانه جان ببخشید. خواهش. همه توی کامنت ها دارن می نویسن تسلیت تسلیت، یکم تو توییتر اینا رو چک میکنی ببینید. قم زلزله اومد مثل اینکه قم زلزله اومد مثل اینکه. خب من خیلی صادقانه میخوام ازت اینا رو بپرسم، برای اینکه ما هممون زخم خورده ایم. ببین وقتی که ماجرای اعدام نوید افکاری بود، میدونم سنت کم، ولی بذار اینا رو بهت بگم، تو توی این مسیر خیلی چیزا یاد میگیری ریحانه. وقتی ماجرای اعدام نوید افکاری داغ بود، خب یه دفعه اومدن گفتن محمد رضا فروتن تغییر جنسیت داد و تمام خبر شده بود تغییر جنسیت محمد رضا فروتن. وقتی که یه اتفاق تلخی تو ایران داره میفته، حالا چه بدبختیه، چه فقره، چه قرارداد با چی میخوان بدن، چه میخوان چه میدونم آدما رو بکشن، یهو یه خبری دوربر یه هنرپیشه داغ میشه. و من همش میگم نکنه مثلا، نه من، مردم اینو میگن، نکنه الانم چیده شده است، چیده شده است. خیلی ها میگن نکنه تو میخوای به سایت شرط بندی ببندی، نمیدونم این اینستاگرام رو ببین، اینستاگرام یه سرمایه است برای مردمی که رسانه ندارن و مردم میخوان اون تو حرف بزنن، ولی تو باز میکنی اون پویان نمیدونم فلان طلاق گرفته با نیلی افشار که اونا هم زندگیشون رو باید بکنن، ولی به کسی ربط نداره. سایت های شرط بندی و کسایی که توی سلبریتی هایی که ساخته شدن توی اینستاگرام و جمهوری اسلامی کاری هم با اونا نداره، یه دفعه بمب خبری میشن با اون خبری که نوید افکاری اعدام شد، نمیدونم مادر پویا بختیاری رو گرفتن، تو حاشیه میره. خودت بگو آیا تو وصل به این من به جریانات وصل نیستم، ولی تقویت میشدم به لحاظ روحی که کی بدش میاد مخاطب دنبالش بکنه، برای مخاطب اتفاقاتش جذاب باشه. به لحاظ روحی تربیت میشدم. من همین الان میگم 98% پیج هایی که پیج های زرد قوی هستن در اینستاگرام که خبرهایی که اونا هندل میکنن، حجمه عظیمی میره سمت سوژه، یعنی که تو مثلا نیم ساعت همه ایران متوجه اون خبر میشن. 98% تحت سایبری پلیس فتاست، یعنی خبرها جهتدار، تیزها جهتدار. پس تو اینو میدونی؟ من میدونم، من هزار بار ابزار بودم و هستم. وقتی از ایران اومدی بیرون، اولین کاری که اتفاق افتاد دور بر تو، نمیدونم تو چقدر نقش داشتی، ولی بیشتر اون سایت هایی که به هر حال اخبار خیلی پراکنده ای منتشر میکنن راجع به نمیدونم این طلاق گرفت، اون سایت شرط بندی اونجا، بیاین برید اونجا، چی شده اونا دوره برای تو اومدن؟ پس خب همون رو میخوام بگم. پویان مختاری رو من به واسطه دوست مشترکی که داشتیم در این سفرم، در این تقریبا 35-40 روزی که الان اومدم، دقیقا نمیدونم چه، حالا بعدا تاریخ در میاره، تو فلان روز گفتی، فکر کنم 2 یا 3 بار دیدم کنار همسرشون، کنار دوست دخترشون. اتفاقی که افتاد، چون واقعا دارم میگم، میدونم همونقدر نه من دارم خیلی وارد حاشیه بریم، فقط جواب سوال من بده آیا با اونا ارتباط داری نداری، آیا واقعا این چیزی که خیلی از مردم شک مصادف دارن شد؟ اصلا همچین چیزی نیست. من توییتم گذاشته بودم اصلا مال من نیست آقا، پول من رو ارضا نمی کنه، پول تارگت من نیست برای زندگی، برای هدف تو برای زندگی. حالا من میگم، تو میگی تارگت من نیست برای زندگی، من ازت سوال میکنم تو هدفت چیه و دلت چی میخواد، یعنی اون رویایی که داری که به خاطرش جایگاهت رو از دست دادی چیه؟ همین الان اگه بخوام یه آرزو واسه خودم بکنم، فردا صبح بیروزم جمله گفتم، گفتم هیچ چیزی به جز قضاوتهای شما احوالات من رو شاید تعیین نکنه، واقعیت تاثیر میذاره، برای من تاثیر میذاره تا اونقدر قوی بشم که مسیر خودم رو برم بدون اینکه نشنوم. خب یعنی روزی که این بخواد جون بگیره، این حصار دور چشم من جون بگیره، طول میکشه. فردا صبح از خواب بلند شم، بزرگترین آرزوی من، بارها گفتم و میگم، اینه که فیلم بسازم، اینه که برای خودم بشینم بنویسم. من هر جا میرم، هر کاری دارم میکنم، کاغذ کار جلوم،
برای خودم بشینم بنویسم، موزیک گوش بکنم، در جهان تنهایی خودم تو آرامش خروجی هایی داشته باشم. شاید بی ربط فضای مجازی نباشه، مثلا ویدیوهای کوتاه، سریال های مجازی، تمام ایده هایی که تو سرم داره میچرخه این روزها. آره از دست دادم، ولی نمیدونم چی به دست میارم. فقط میدونم همونقدر اگر نشونی ها رو دنبال بکنم، آروم، راست، حقیقت رو در پیش بگیرم، نخوام جانبداری بکنم که آورده ای داشته باشم، ورودی داشته باشم یا امکانی داشته باشم. همین لحظه که من اینجام 3 تا فیلم واسه اکران داشتم. دقیقاً. پس بنابراین یعنی... من سوالمو جوابشو گرفتم. من ازت پرسیدم رویای تو چی بوده که به خاطرش جایگاه تو از دست دادی؟ میگی میخوام خودم باشم، میخوام که دیگران برای من تصمیم نگیرن، زور نگن، تا بتونم در واقع آنچه که تو دلم و ذهنم هست رو بنویسم و ایفای نقش بکنم. حالا سوال دیگه هم ازت اینه، چه چیزی، ببین بذار قبل از اینکه من ازت سوال بپرسم، بذار من خودم حرف دل خودم بهت بگم. به هیچ وجه برای قضاوت دیگران زندگی نکن. میدونم اینا شعاریه، میدونم تو رو زخمی میکنه. منی که الان تو صفم 4 میلیون نفر هستن، تو رسانه‌های بزرگ دنیا میرم مصاحبه میکنم، کتاب نوشتم، زندگی به هر حال تو جایگاه خودم فکر میکنم زندگی بعدی ندارم، به انتخابایی که میخواستم رسیدم. خب ولی با این همه منم از فوشا زخمی میشم، از قضاوت‌ها زخمی میشم، ولی نه واسه به به و چهچه دیگران زندگیمو تنظیم میکنم و نه واسه زخم زبوناشون. تو اگر از همین الان تو لایو بیای به مردم بگی قضاوتاتون تو زندگی من تاثیر داره، پس بدون که مدیریتت میکنن و سعی میکنن طوری قضاوت کنن که تو رویاهاتو بذاری کنار و هر روز بابت قضاوت دیگران تصمیم بگیری چیکار کنی. این کارو نکن. میدونم هم نصیحت من اصلا به هیچ جا نمیره. برابر این چیزی که میخوام ازت سوال بپرسم و دلم میخواد قوی به این جواب بدی. الان من یه زن دهاتیم، تو ده بزرگ شدم. وقتی که واکنش بهنوش بختیاری رو دیدم که گفت تو دهاتی هستی، بی سرپرست هستی، من دلم شکست. برای اینکه اصلا من حتی اگه تو رو قبولم نداشت بشم، احساس کنم تو دنبال شهرتی، احساس کنم تو حتی دامی، احساس کنم تو دنبال معروف شدنی یا هر چیزی، ولی نمیام به عنوان یه هنرپیشه‌ای که میلیونی فالوور دارم بگم تو دهاتی هستی، چون دهاتی بودن فحش نیست یا بی سرپرست بودن فحش نیست. تو چه حسی داشتی؟ آیا میخوای خودت رو با این قضاوت‌ها تنظیم بکنی؟ امروز داشتم فکر میکردم کلیت کامنت ها گاهی میتونه در حد 5 دقیقه رو آدم تاثیر بذاره. من اگر قرار بود قضاوت رو تکونم بده، بعد از عکس ها توی اون سن جوری زمین میخوردم که نمیتونستم بلند شم. من 6 ماه ممنوع کار بودم، رفتم تو جزیره واسه خودم زندگی کردم. خب ولش کن، توی اتاق 10 متری واسه خودم من 3 تا سررسید اونجا پر کردم، 15 تا ایده فیلم من از اون موقع دارم، برگشتم فیلم رو ساختم. یه پرانتز واسه بحث قبل باز بکنم، من یک فیلمی بخواستم بسازم، یه فیلم کوتاهی که ایدهش در جمهوری اسلامی در چارچوب های سینمای ایران وزارت ارشاد جا نمیگرفت. کاملا سر تا پای ایده من یکی شد، نتونستم اون چیزی که میخوام رو اتفاق بندازم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خط قرمز ها دست و پای من رو میبست. همون لحظه فهمیدم که خب من اگر قراره که این مسیر رو دنبال بکنم نمیشه. خب الان برای من میشه. برای من حالا الان میتونی بگی دیگه آزادتری، دیگه کسی بالا سرت نیست. به من بگو دقیقا توی سینما چجوری آدم میتونه با روسری بره تو رخت خواب فرداش هم حامله بشه؟ یعنی اصلا این خیلی جوکه. خب ولی میخوام بگم چجوری میتونن این همه هنرپیشه رو، خب این همه هنرپیشه زن رو که اگه متحد بشن میتونن خیلی کارا بکنن، رو بتونن به راحتی ساکت بکنن. چون ببین زنان عادی به حجاب اجباری اعتراض کردن، دختر خیابان انقلاب، زنانی که الان تو زندانن، چه جوری میتونن هنرپیشه ها رو ساکت کنن؟ چون تو اونا توی اونا بودی دارم میپرسم، چی باعث تبزیه. میشه که تبزیه. کاملا تغذیه میشه. یکی ارزاش میکنه ورودی هایی که تو زندگیش به وجود میاد، یعنی شهرت ها و آفرهایی که نه تو وقتی در یک کاتگوری باشی، وقتی چندین بار با تهیه کننده کار بکنی، اصلا نه رابطه است بس نه هیچ، با تهیه کننده کار بکنی دیگه از جای به زنگ نمیزنن، دیگه 6 صبح 5 صبح 10 صبح زنگ نمیزنن، دیگه یه پژو نمیاد در خونت پارک باشه، دیگه تلفنت شنود نمیشه، یه یعنی آقایین با این کار میکنه، این اوکیه. 10 نفر شاید سرجم باشن، سرگروه هایی که یک سری آدم رو در بر میگیرن تحت امنیت خودشون. من چون نشد، چون نتونستن
زیر اون کتگوری ها من رو جا بدن، شدم آدم بده، شدم تک وایسادم با همه اشتباهاتم، با همه نبایت هایی که انجام دادم. این میشه که من به یک مردی پناه میارم، میگم آقا بیا بالا سر من وایسا، بدونم تو بالا سرمی. از به عنوان یه مرد تو زندگی این حس بدیه. خب من فکر میکنم که برای امشبمون کافی، اگرچه میدونم تو یک سینه حرف داری و دلم نمیخواد من سوالی بپرسم که باعث بشه به حاشیه ها اضافه تر بشه و یه باری دیگه ای بذارم روشونه تو. بنابراین اگر حرفی تو دلت مونده و دلت میخواد خطاب به مردم، نه و اینکه ما تو جایگاهی نیستیم که مردم چیزی بگیم، دوست داری خطاب به هنرپیشه ها، کسانی که مثل گذشته تو هستن، در واقع هنوز تن به حجاب اجباری میدن با این که زنان معترض به حجاب اجباری تو زندانن و احکام سنگین میگیرن، کسانی که تن به رفتن پیش روحانی و نمیدونم خاتمی و شخصیت های سیاسی میدن با این که الان پویا بختیاری ها تو همین آبان، محسن ها و کسایی دیگه که مثل تو هن 21 ساله بودن، رویا داشتن، آرزو داشتن، کف خیابون کشته شدن به خاطر اعتراض به این حکومت، به این هنرپیشه ها دوست داری چی بگی؟ چون الان تو یه جایی هستی که داری نگاه میکنی میگی من آزادم، میتونم حرف بزنم. در مورد خودت بگو، الان دوست داری به اونهایی که تو اون جایگاه تو هستن چی بگی؟ من یه جمله میگم گویای کل ماجراست. انقدر دیروز که نه، یعنی دیروز ظهر تا الان تجربه غریبی داشتم که اگر برگردم عقب 3 سال پیش شاید سریال رو بازی نمی‌کردم می‌اومدم. یعنی می‌رفتی تو خیابون؟ می‌رفتی تو جمع مردم؟ قطعاً زیر پرچمی نمی‌اومدم که الان چوبشو بخورم بگم تو بازیگر این بودی، بازیگر صدا سیما بودی، بازیگر جمهوری اسلامی بودی، الان داری پشت می‌کنی. من اصلا در گروهی نبودم که بخوام بیام بیرون. من مال خودم بودم و هستم. اگر بهت بگم، من سعی می‌کنم کوتاه کوتاه از جواب بگم که سوالای بعدی رو بپرسم. اگه بهت بگم الان کامنت‌ها رو نخون، چشمات به من نگاه کن، اگه از این لایو میری بیرون یه چیزی رو بتونی تمرین بکنی، چون من این مسیر رو رفتم و میدونم، و اونم این باشه که نه با به به و چهچه دیگران بزرگ بشی و نه با زخم زبون دیگران کوچیک بشی، مطالعه کن. اون وقتی که میخوای بذاری فوش بکنی رو وقت تو بذار زبان یاد بگیر، وقت تو بذار. بنابراین پس کامنت رو نخون و به این سوال من جواب بده. تو برای من مثل بچه‌می و برای همین اگه فردا از این لایو بری بیرون عوض بشی، یه کار زشتم بکنی، من حتما نقدت میکنم، ولی امیدم اینه که تو رشد بکنی، پیشرفت بکنی، زبان یاد بگیری و بتونی تو دنیای دیگه بدرخشی و به رویاهای خودت برسی. اما اگر نرسی هم نه مسئولش منم نه هیچ کس دیگه، مسئولش خودتی که تصمیم میگیری آینده‌ت رو رقم بزنی. دلم میخواد بهم بگی که بهترین خاطره و بدترین خاطره ای که از سینمای ایران داری چیه؟ چون اینطوری هم نیست که همه خاطره ها بد باشه، همه مردا بد باشن، همه زنا بد باشن. یه خاطره خوب بهم بگو و یکی از بهترین خاطراتو. خاطره خوب اینه که روز تولد 21 سالگی صبح از خواب بلند شدم، سر تمرین تئاتر بودم که ما اجرا داشتیم توی سالن اصلی تئاتر شهر. ساعت 5 سر تمرین بودم، بودو بودو رفتم اکران فیلمم، برگشتم شب اجرا داشتم 2 سانس و شب که اومدم دیدم این دقیقاً جذاب‌ترین اتفاقی که تو وقتی چیزی داری در نظر نگیری، سایه های تلخو در نظر نگیری، من همینو میخواستم. خب خدا رو شکر چقدر جذاب، چقدر بامزه. امروز من 3 قدم مثبت در روند آرزوهام برداشتم. این جذاب‌ترین روزیه که من تجربه کردم. تولدم بود و 3 جای مختلف تولد گرفتم. تلخ‌ترینش، ببین تلخ‌ترین رو دلم میخواد، شاید نباید اینو بگم، ولی دلم میخواد به عنوان یه دختر، به عنوان یه زن، چه چیزی برات آزاردهنده بود توی فضای سینما و تلویزیون؟ هر آدمی در سینما و تلویزیون، در خود مثلا سر صحنه یا پیش تولید پس تولید، واقعا هیچ خاطره بولدی تو ذهنم نبوده و نیست. ولی تبعات حضور من تو سینما میشه یک سری تلخی دیگه. هر کدوم از ماها جدایی رو تجربه کردیم، تموم شدن رابطه رو تجربه کردیم، میدونیم چقدر بار روانی زیاده، چقدر آدم ممکنه که جهانش به هم بریزه، دوباره به عادتهای قبلیش برگرده. من بعد از مدت ها، بعد از اینکه جدا شده بودم، فشار عصبی، هزار جور اتفاق، تنهایی و و و، رفتم شمال که منتهی میشه دقیقاً اتفاق. خیلی نقطه خوبی بود، خیلی سوال خوبی بود، چه بامزه استرس دارم و حرف زدن، خیلی هیجانم بالا. رفتم شمال. شجاعی هستی تو دختر، خیلی شجاعی هستی. آره. من اینجا جلوی شخص و 7000 نفر میگم،
ریحانه ای که الان اینجا حرف میزنه، ریحانه ای که داره تابوها رو میشکنه، علیه خودش قیام کرده، برای من قابل ستایشه. فردا ممکنه این ریحانه یک کاری بکنه که من همون موقع هم نقدش بکنم، ولی الان تو خیلی تابوها رو داری میشکنی. یکیش همین صحبت کردن از خود واقعیته و پشت کردن به جایگاهی که داشتی. بنابراین نترس و حرفتو بگو. آره واقعا خاطراتو بگو. من خلاصه و محکم و سریع. آره شمال بودم و برای سه ساعت من همیشه ترس اینکه یه وقت زنگ نزنن به من گوشیم در دسترس نباشه و بیان بریزن تو خونه. من یک بار یک خوابی دیدم، دستم میلرزه، مهم نیست اینا رو میگم، مهم نیست. یک بار یک خوابی دیدم که از پا کم کم اختیاراتم داشت، یعنی پام دیگه سر شد، دستم سر شد، یخ کرده بودم و با این اتفاقی که تو خواب انگار داشتم داد می‌زدم اینجوری از خواب پریدم، چه اتفاقی افتاد؟ دستمو مهدی کشید. من داشتم تو خواب خودم رو خفه می‌کردم و بعد از اینکه دستم کشید فهمیدم انقدر طولانی در خواب داشت این اتفاق می‌افتاد که اگر ادامه می‌داشت و کسی خونه نبود، من خودم در خواب خودم رو خفه کرده بودم. این به خاطر تلخ تو اینه یا اینکه بعد از اینو می‌خوام بگم فشارهای عصبی این شکلیه، کابوس‌های من این شکلیه. میگم هر لحظه اینجوری که آها کی به زنگ میزنه، هر گوشی من زنگ میخورد من دست و پا میلرزید. بابت چی نمیدونم، بابت کدوم کار نکرده نمیدونم. چرا این ترس همیشه با تو بود؟ به خاطر اینکه تحت کنترل بودم، به خاطر اینکه من برام یک سال زندان داشت بریده میشد تحت عنوان جریحه دار کردن عفت عمومی. یک سال زندان. حالا چجوری این عفت عمومی رو چجوری جریحه دار کردن؟ عفت چی هست؟ یعنی مثلا دقیقاً چی از شما میخوان که بعد رعایت بکنید؟ ویدیوی نشست و یادتونه؟ نشست قراری و فیلم؟ آره این یه چیز عادیه تو دنیا که هنر میشه. 40 دقیقه بود اصلا، یک دقیقهش تدوین شده بود. خب واسه اون ویدیو به تذکر دادن؟ بابت اون ویدیو من رفتم دادسرای فرهنگ و رسانه و برخوردهایی با من شد جلوی بابام. یعنی بابای من الهی بمیرم براش. به قرآن نصف موهاش به خاطر اتفاقای من سفید شده، به خاطر فشارهایی که به خاطر من سمتش بود و به روی خودش نمیاد. از یه طرف فشار خانواده مذهبیش که این داره چیکار میکنه، این اصلا خونه زده در رو به درد زندگی کرد، رفت تو سینما حرفه. تموم الان رفت تو سینما دیگه چه خبر؟ وا ویلا کار کرده، مگه میشه تو باج ندیو کار کنی؟ آره استثنا بذاری، من اینجا روبروی یه سری اتفاقات وایسم میشه باج ندی و کار بکنی، ولی تو لولی که دلت میخواد، تو کیفیتی که دلت میخواد ممکنه که کار نکنی. خوب. یعنی آیا من خب به هر حال من یادم صدف طاهریان وقتی اومد بیرون من باش مصاحبه کردم، از پیشنهادهای بیشرمانه‌ای که تو سینما میشه حرف زد، کاری که تو جنبش میتو تو تمام دنیا زنان میگن و اون هنرپیشه ها و اون چهره های مشهور سینما که تعرض جنسی کردن رو اخراج میکنن، ولی تو ایران این اتفاق نمیفته، تقصیر میشه با اون زنی که اینا رو افشا میکنه. مثلا اخیرا خانم طاهری هم حرف زد ولی خیلی بهش حمله کردن، تحقیرش کردن. بنابراین باید آمادگی این رو داشته باشی که تو همین مصاحبه که هنوزی چی نگفتی به تو حمله میشه. آره. و قوی باید باشی. من فکر کنم یه ساعت نه نمیگم نیست، نه یه لحظه نمیگم نیست. من بحثم اینه که تجاوز صرفا جسمی نیست، یه کسی با نگاهش میتونه حال تو رو بد بکنه و تو رو خیلی معذب بکنه. برای من این اگر که زنا رو خودمون زنا رو مقصر نکنیم، نه اصلا نگیم که آره حتما یک کاری کرده پیشرفت کرده، نه اینو میخوام بگم این اتفاقی که آخه میدونی الان هر چیزی به من میچسبه. خب اگر داری من صحبت میکنیم هر چیزی که خب کار چی کار کردی که شد؟ آقا پیشنهاد شد رفتم سر کار، 2 تا 3 تا کار 4 تا کار نمیشد انصراف دادم. من مال این فضا نیستم. یه سوالی کردی میخواستم جوابمون رو بدم. آها تلخ ترین خاطره، رفتم شمال 3 ساعت گوشیم خاموش بود، برگشتم دوباره دارم یه شماره 88 زنگ زده و من قرار بود یک روز دیگه شمال بمونم. جاده چالوس و من با استرسی برگشتم که فردا صبح ببینم این زنگه چشون ساعت گذاشت بمیتونم زنگ بزنم چه خبره. زنگ زدن که خانم شما تبرئه شدین، 2 میلیون تومان جریمه این یک سال زندانتونه. همین. و استرسی که من در مسیر گذروندم و یادم نمی، گفتم میشه خودم نیام، من میمیرم دوباره بیام اینجا. گفت آره میشه پرداختی صرفا. گفتم اوکی. یعنی همون شد که من چمدون رو ببندم نمیدونم دیگه کجا، فقط برم کجا مرز بازه بیام ترکیه و
همه دیگه میدونن دیگه، بیام ترکیه و مجبور بودم بیام ترکیه، کار دیگه میتونستم بکنم که واقعا، یعنی میگن مهرم حلال جونم آزاد، یعنی گفتم هیچ کاری نه، خونه زندگی همه چی گذاشتم و گفتم آقا پاشو بیا دنبال زندگی، ولش کن دیگه، این دندون خرابه، باید بکنی بندازی دور. مرسی ریحانه جان، امیدوارم هر جا که هستی قوی باشی، ولی یادت باشه الان تو شرایطی هستیم که مردم ایران زخمی هم. من اصلا جزو اونایی نیستم که بگم نه الان مشکلات تو اولویت نداره، تو از خودت حرف نزن، ولی مراقب باش که از تو سوء استفاده نکنن، برای اینکه وقتی یکی رو تو ایران میزنن میکشن، سری خبرهای تو رو داغ بکنن یا سری بیان تو رو ببرن به سمتی که یک خبری رو داغ بکنی. اگر هم پلتفرمی پیدا کردی، صدای اون بخشی باش که تو ایران دارن جون میدن، هم تو فقر، هم تو بدبختی، هم به خاطر زن بودنشون، هم به خاطر همین اعتراض به اجاب اجباری. یعنی اینطوری نباشه که فقط راجب خودت حرف میزنی، ما فقط راجب خودمون حرف بزنیم چون پلتفرم داریم، ولی مهم نیست که الان مثلا سبا کردفشاری که 24 سال بهش حکم زندان دادن فقط 19 سالشه. اینا رو به مرور زمان خودت یاد میگیری. تو ترکیه جمهوری اسلامی و خیلی از لابیاش هستن که حاشیه ها رو انقدر پررنگ میکنن تا اونایی که واقعا توی متن زندانی و زخمیان فراموش بشن. همین، من به خودم قول دادم آدم دروغگویی نباشم، به خودم قول دادم سن کاریم هیچ. مرسی، اگر حرف و سخن و نکته دیگه ای داری بگو، اگر نه مرسی که اومدی حرف دلت رو زدی. همین رو هم بگم، ممنون که این فرصت در اختیار من واقعا قرار گرفت. اگر هنوز نمیدونم چی شد گفتی میخوای با من مصاحبه بکنی و چرا نه، خب الان میگم، من یک روزی بابت اینکه پیج شما رو فالو کردم باید پاسخ میدادم که من چرا پیج شما رو فالو دارم تحت عنوان فن پیج شما. چندین هنرپیشه دیگه هم اینو بهم گفتن که آره، از جمله خود خانم تخمینه میلانی هم گفت، یعنی نوشت آره. و چند تا هنرپیشه دیگه هم که به خاطر اینکه مسیح انجوت فالو میکنم مثلا چی، یعنی میبرن تو میگن چرا مسیح انجوت فالو میکنی؟ آره خب این که خیلی احمقانه است، یعنی فالو کردن یک نفر میشه جرم. آره واقعا هست. حالا 4 میلیون تو صفحه من با پیج درس ایجاد کنم جدی نگیری. من با پیج فیک همیشه پیج شما رو داشتم. امیدوارم همیشه خود واقعیت باشی، هیچ وقت فیک نباشی و زخم زبون آدما زمینت نزنه، به به و چهچه آدما هم بالا نبره تو رو. دمت گرم، سلامت باشی هر جا که هستی. قربون شما، شبت. تا بعد. من اینو سیو میکنم، اشکالی نداره؟ عالی. حتما. باشه. پس اینو سیو میکنم و میذارم تو صفم. شبت خوش. خب خیلی ممنونم، الان 67,000 نفر بودیم، ریحانه منتظره که دکمه رو بزنه بره، من بمونم و شما. و بهتون یه چیزی رو بگم، من وقتی ریحانه بهم پیشنهاد داد که باش لایو بذارم، مثل همه شما تای دلم خالی شد از اینکه آیا الان تو ایران خبریه که میخوان این لایو و یک حاشیه دیگه درست بشه مثل محمد رضا فروتن؟ آیا بازم دامه؟ آیا بازم یک نقشه است؟ مثل همه شما منم دوچار شک و تردید میشم، ولی واقعیت اینه که ریحانه 21 سالشه، مثل بچه 21 ساله بهش نگاه بکنید، بچه اگر پدرید اگر مادرید، مثل بچه 21 سالتون بهش نگاه بکنید که رویا داره، آرزو داره، هیجان داره، شور داره. نه ما آینده ایران رو براندازی و نه زخم‌ها رو متوقف میکنیم به خاطر اینکه مثلا بچه 21 سالمون میخواد بره کلاس موسیقی تئاتر، نه اینکه کاملا بی تفاوت از کنارش میگذریم. بنابراین منم همین کار رو کردم و دلم میخواست که بشنوید حرفایی که تو دلش مونده رو. زخم زبونی هم که بهنوش بختیاری با او زد تو ذهنم میمونه و میدونم یه روزی بهنوش بختیاری میاد و میخواد حجاب از سر برداره، میخواد به جمهوری اسلامی حتی نبگه، میخواد بگه اینا قاتلن، میخواد بگه اینا شیادن، و اون موقع ممکنه یکی دیگه تو ایران او رو زخمی بکنه. ریحانه حتی بحث سیاسی هم نکرد، گفت من میخوام آزاد باشم، خودم باشم. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، تا زمانی که داعش هست، هیچ کسی نه خود واقعیش میتونه باشه و نه امنیت و آزادی و شادی به معنی واقعی میتونه داشته باشه. خیلی ممنونم از همتون.